بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، حضار گرامی، مهمانان عالی قدر، جلال ماب، جناب آقای ابراهیمی، رئیس محترم اولسی جرگه افغانستان، اعضای محترم کابینه افغانستان، جناب لوی سرانوال، رئیس و اعضای محترم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، رئیس و اعضای محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رؤسا و نمایندگان ادارات مختلف دولتی، معین صاحبای محترم، اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان جامعه بین‌المللی، نهادهای مدنی، استادان و دانشمندان عالی قدر، رسانه ها، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در ابتدا فرارسیدن 14 سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان و هفته گرامی داشت از قانون اساسی افغانستان را به ملت شریف افغانستان و همچنین به دولت افغانستان و شما حضار گرامی صمیمانه تبریک عرض میکنم. واقعا رویدادی که در لوی جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان از 22 قوس الی 14 جدی سال 1382 صورت گرفت، یک نقطه عطف مهم و آغاز یک تحول بزرگ سیاسی و حقوقی در کشور ما بود که امروز از آن رویداد مهم ملی 14 سال سپری شده. ما به سهم خود از کمیسیون محترم نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تشکر میکنم، هم به خاطر برگزاری این محفل بزرگ داشت از سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان و هم برای تلاش های قابل قدر و ارجمندی که در مورد نظارت از تطبیق قانون اساسی انجام می‌دهند. امیدواریم کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان بتواند در آینده گام‌های بزرگتری در این راستا بردارد. حضار گرامی، اهمیت قانون اساسی برای هیچ یک از ما و شما پوشیده نیست. چنان که معروف است، قانون اساسی یک قانون مادر است و یک وثیقه ملی. فقط در یک جمله می‌خواهیم اهمیت قانون اساسی را مورد اشاره قرار بدیم و او است آنچه که امروز به عنوان دولت سازی و همچنین ملت سازی یاد می‌شود. این چیزی است که قانون اساسی در کشورها مسئولیت ایجاد و تنظیم آن را به عهده دارد. نظام سازی یک پدیده بسیار مهم است در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی. نظام سازی در هر کشوری از قانون اساسی آغاز می‌شود. در حقیقت چارچوب و ساختار عمومی یک دولت و کشور و حتی هویت ملی را قانون اساسی به عهده دارد. ما در افغانستان تجربه بسیار طولانی در مورد حقوق اساسی و به طور خاص قانون اساسی داریم. از 1301 تا حالا می توان گفت که در حدود 10 قانون اساسی داشتیم. البته به شمول تعدیل هایی که گاهی صورت گرفته و بعضی طرح هایی که احیانا در مورد قانون اساسی ارائه شده.
اما در میان همه این 10 قانون اساسی باید گفت که قانون اساسی 1382 یک استثناست و بهترین قانون اساسی تاریخ افغانستان است که بعد از یک دوره طولانی از جنگ ها و منازعات بعد از سال 1357 تا 1382 این قانون به تصویب رسید. از نگاه شیوه تصویب هم قانون اساسی فعلی ما قابل توجه است. نزدیک به 2 سال کار صرف شد در کمیسیون های تصویب و تدقیق قانون اساسی و بعد هم لوی جرگه‌ای که بیش از 500 نفر از شخصیت ها و نمایندگان مردم افغانستان حضور داشتند، یک قانون اساسی به تصویب رسید. راجع به اهمیت محتوای قانون چیزی به عرض نمی رسانم، وقت شما را نمی گیریم، کافی است باز یک اشاره کوتاه می کنیم. آنچه که به عنوان نظام سیاسی کشور محصول قانون اساسی است، یک نظام دموکراتیک مبتنی بر ارزش‌های دینی و ملی افغانستان و در عین حال ارزش‌های نوین دنیای معاصر است. نظام کثرت‌گرا از نگاه سیاسی، از نگاه فرهنگی، زبانی و قومی و مذهبی و با تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی شهروندان افغانستان که در فصل دوم قانون اساسی به تفصیل بیان شده و در حقیقت یکی از مهمترین و یا حتی بزرگترین فصل‌های قانون اساسی افغانستان است و مهمتر از اینها قانون اساسی حافظ ثبات سیاسی یک کشور است. قانون اساسی حافظ وحدت ملی در یک کشور است و این تنها تجربه ما نیست. میخواییم یک جمله را از یک نویسنده معروف آمریکایی خدمت شما یادآوری کنیم. یکی از نویسندگان تاریخ حقوق اساسی در آمریکا یادآوری کرده که از سال 1887 و یا پیش از او در سال استقلال آمریکا که قانون اساسی آمریکا تدوین شد، گفته که این قانون به منزله یا به مثابه سیمنتی است که عناصر و مواد مختلف را به هم متصل ساخته. همونطوری که سیمنت یک جاذبه ای داره و یا یک قدرتی که از سنگ و خشت و چوب و همه چیز را به هم دیگه میچسبانه و یک پیکره واحد ایجاد میکنه، این شخص یادآوری کرده که در آمریکا که البته در روز زمان 13 ایالت بوده، گفته ما ایالت های پراکنده ای بودیم و همچنین ملت های پراکنده ای، اما این قانون اساسی آمریکا از این پراکندگی ما را نجات داد و یک هویت واحد ملی برای ما ایجاد کرد و واقعا همچنین است. قانون اساسی آمریکا از اون سال تا حالا دوام یافته، با اینکه در موارد متعددی بازنگری شده، اما ساختار اصلی این قانون همون قانونی است که در سال 1887 در آمریکا به تصویب رسیده بود. و ما در کشور خود خوشبختانه یا بدبختانه 10 قانون اساسی داریم که هرچند یک تجربه طولانی را نشان میده، اما نشان دهنده ای هم هست که از نگاه تداوم و ثبات سیاسی و حقوقی دچار مشکلاتی بوده ایم و هر کسی و هر نظامی یا حکومتی آمده و قانون اساسی جدیدی برای افغانستان ساخته. حضار گرامی، با اغتنام از این فرصت و این محفل باشکو در رابطه با قانون اساسی فعلی افغانستان و همچنین دفاع و حمایت از این قانون، چند مسئله را خدمت شما مطرح میکنم و برخی از ادعاها و یا نظریاتی را که احیاناً از سوی اشخاص یا حلقاتی مطرح میشه و متاسفانه منجر به تضعیف قانون اساسی میشه،
اینها را هم به اختصار توضیح میدیم. مسئله اول که گاهی در طول سالها مطرح شد، ادعای تحریف در قانون اساسی است. این ادعا از روزی که قانون اساسی توسط رئیس جمهور کرزی به توشیح رسید مطرح شد و تا کنون هم گاه و بیگاه از سوی افرادی و یا گروه های مطرح میشه. این ادعا واقعا یک ادعای کاملا عاری از حقیقت است و ناشی از ناگاهی مدعیان این نظر است و گاهی هم ممکن انگیزه های سیاسی پشت سر آن باشد. از اونجا که من شخصا در تمام مراحل تصویب و تصویب قانون اساسی از نزدیک حضور داشتم، در کمیسیون های تصویب و تدقیق قانون اساسی و لوی جرگه تصویب قانون اساسی و بعد هم تصحیح اون متن نهایی که به تصویب رسیده بود و توشیح شد، از این جهت به قاطعیت باید بگویم که چنین ادعای حقیقت ندارم و جزئیات موضوع یک بحث است که وقت بیشتری را می‌طلبه. من در یک کتابی به نام حقوق اساسی افغانستان یک جدولی را ترتیب دادیم از مواردی که توسط کمیسیون قانون اساسی تصویب شده بود و مواردی که در لوی جرگه تعدیل ایجاد شد و مواردی که با فیصله لوی جرگه پسان تصحیح شد. همه این سه مرحله را ماده به ماده در کنار هم دیگر در او جدول نشان دادیم. ای که در چه موارد تصحیح صورت گرفته اونجا واضح ساخته شده، ولی این تصحیح بعد از لوی جرگه هرگز به معنای تحریف قانون اساسی نیست. مسئله دوم، امروزه هم گاهی تلاش های دیگری یا ادعاهای دیگری هم وجود داره که در اصل مشتمل بر حقایق و واقعیت ها هم هست، اما باید ما با دقت و با حفظ احترام و جایگاه قانون اساسی این ادعاها را مطرح کنیم. با عنوان مثال ادعای نقض در قانون اساسی، ادعای عدم تطبیق احکام قانون اساسی و سوم موافقتنامه سیاسی که در سالهای اخیر به وجود آمد در دوره حکومت وحدت ملی. باید بین همه موضوعات ما تفکیک کنیم و یکی هر کدام اینا به چی معناست و رابطه آنها با قانون اساسی چگونه است. ادعای نقض واقعا به این معناست که دولت و یا افرادی، اشخاصی و یا حلقاتی برای حفظ قدرت و منافع سیاسی خود احکام قانون اساسی را عمدن و قصدن نادیده بگیرند، نقض کنند و یا اعمالی را در مغایرت با قانون اساسی مرتکب شوند. در این رابطه در سالها پژوهش‌های هم صورت گرفته که آخرین موردی آن را فکر کنم دیروز همه شما شنیده این از طرف انجمن حقوقدانان افغانستان و نهاد رسانه‌ای پژواک یک گزارش خوبی دیروز نشر شد در مورد نقض قانون اساسی در طول سالهای اخیر یا در طول 14 سال. در سالهای پیشین هم توسط نهادها یا اشخاص چنین گزارش‌های تهیه و نشر شده بود که من به سهم خود از همه این پژوهش‌هایی که صورت گرفته واقعا تقدیر و تشکر می‌کنم. یک ضرورت است که حساسیت مردم ما را نشان می‌دهد در مورد تطبیق و یا نقض احکام قانون اساسی. اما آنچه که مهمه ای است که گاهی در برخی از موارد حداقل بزرگنمایی یا مبالغه هم صورت میگیره. کسی ادعا کرده بود که از مجموع مواد قانون اساسی افغانستان در طول سالها فقط به یک ماده عمل شده و او همون ماده است که میگه کابل پایتخت افغانستان است. گویا دیگر هیچ ماده ای از قانون اساسی افغانستان در کشور تطبیق نشده. این کمی مبالغه است یا بزرگنمایی، اما موارد زیادی هم وجود دارد که قابل قبول است و مورد تایید در طول این سالها.
عنوان دوم یا موضوع دوم عدم تطبیق قانون است. عدم تطبیق گاهی ناشی از ناتوانی هاست و ناگزیری ها و محدودیت هایی که در کشور ما وجود دارد، که هم از سوی حکومت یا هر نهاد دیگری ممکنه گاهی احکام مربوطه مورد تطبیق قرار نگرفته باشد. با عنوان مثال، ما و شما هنوز شوراهای ولسوالی ها را نداریم. این یک حکم مهم قانون اساسی افغانستان بوده که هنوز تطبیق نشده، و یا انتخاب شهروال ها را، و یا موارد مشابه این. اینا از ناشی از ناگزیری هایی بوده که در طول سالها وجود داشته. موضوع سوم که اشاره کردم موافقت نامه سیاسی است که بین دو تیم انتخاباتی به امضا رسید و منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد. گاهی گویا بحثایی صورت میگیره که این موافقت نامه از نگاه ارزش حقوقی یک چیزی بالاتر از قانون اساسی باشه، و یا اینکه با وجود این موافقت نامه ما نیازی به این نداشته باشیم که به قانون اساسی افغانستان مراجعه کنیم. حقیقت این است، همه شما فهم و درک و تجربه حقوقی دارین، مخصوصا کسانی که در این محفل حضور دارین. حقیقت این است که نه نقض قانون اساسی و نه عدم تطبیق برخی از احکام قانون اساسی و نه موافقتنامه سیاسی، هیچ کدام نباید از اعتبار و جایگاهی والای قانون اساسی بکاهد. هیچ کدام از این موارد به معنای لغو یا تعلیق و یا بی‌اعتبار شدن قانون اساسی نباید تلقی شود. در مورد تطبیق هر قانونی در هر کشوری در دنیا گاهی در عمل مشکلات و موانع ایجاد میشن. خیلی مثالای واضحه که ارائه کنیم، قانون مالیات بر عایدات است، اما گاهی این نقض میشه، چه از سوی نهادها یا حتی افراد، و یا قانون مدنی و یا قانون انتخابات و یا حتی ساده تر قانون ترافیک هر روزه نقض میشه. نقض قانون به معنای این نیست که یک قانون به طور کلی لغو شود یا بی‌اعتبار شود و ما از ارزش آن بکاهیم. مسئله دیگر در همین رابطه که قابل توجه است، باید همگی به او با دقت برخورد کنیم. در حالات زیادی اشخاصی در محافل، مجالس، رسانه ها بسیار بدون تأمل اظهار میکنند که به خاطر فلان رویداد سیاسی یا فلان قضیه که اتفاق افتاده، قانون اساسی دیگر احترامی یا اعتباری ندارد. یک برخورد سطحی است، یک برخورد عوامانه و غیر مسئولانه و بی احترامی به قانون است، و در واقع گریز از قانون و حاکمیت قانون است. و اگر ما چنین برخوردی با قانون اساسی خود داشته باشیم، این راه را باز میکنه برای هرج و مرج ها، تکروی ها و طرح اغراض و انگیزه های شخصی و سیاسی و قومی. اگر مواردی از قانون اساسی افغانستان نقض شده و یا موردی به توجهی قرار گرفته، باید آن را بپذیریم، به خطا و اشتباه خود اعتراف کنیم و ناقض و یا ناقضین را مورد نکویش قرار بدیم. این یک گام بجا و یک اقدام درست است. اما این را هم باید بپذیریم که در کنار این موارد، در طول این 14 سال صدها مورد دیگر از ارزش‌ها، قواعد و احکام قانون اساسی مورد تطبیق قرار گرفته. از شکلگیری نظام سیاسی نوین کشور، شکلگیری نظام‌های نوین اداری، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان، تأسیس نهادهای دولت، تأمین و تضمین حقوق اساسی شهروندان، برگزاری انتخابات‌های متعدد در کشور، تنظیم روابط و مناسبات بین‌المللی و همه سازوکارهای متعددی که برای فعالیت‌های فردی و اجتماعی در عرصه‌های مختلف تنظیم شده، و همین که امروز شخصی به نام رئیس جمهور فعالیت میکنه و شخصی دوم به نام وزیر و سوم به نام وکیل یا سناتور یا والی و یا عضو شورای ولایتی، همگی اینها به برکت همین قانون اساسی افغانستان است
که این نظام شکل گرفته و ما امروزه برخوردار از یک نظم سیاسی و حقوقی در کشور خود هستیم. اما در کنار اینها مسئله سوم هم قابل توجه است. برخی از کاستی هایی که در قانون اساسی وجود دارد و ضرورت تعدیل قانون اساسی. در چند ماه پیش در همین تالار یک محفل علمی و پژوهشی خوبی برگزار شده بود و تفصیل در مورد تعدیل قانون اساسی افغانستان و یا ضرورت تعدیل بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفت. آنچه که مهمه خیلی فشرده و کوتاه خدمت شما یادآوری می‌کنیم، اصل فلسفه قانون اساسی در تمام دنیا یک رویکرد دوام و ثبات دارد. وقتی قانون اساسی در یک کشور به تصویب می‌رسد، هدف اولیه هر قانون اساسی ایجاد یک ثبات سیاسی در کشور و تداوم آن است. ثبات و تداوم ایجاب میکنه که ما تعدیل نداشته باشیم. اما از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسانها هم متغیر است و همیشه در حال تحول و هر روزه ضرورتها و نیازهای جدیدی مطرح میشه. بنابراین بر اساس این نیازها و ضرورتهای متغیر درست نیست که باز گفته شود که هیچ قانونی نباید به هیچ صورت تعدیل شود. باید یک راهی وسط در این میان پیدا شود که هم ثبات تداوم پیدا کنه و ساختارها و نظامها و هم در عین حال به نیازها و ضرورتهای جدید و نوین و متغیر هم پرداخته شود. این همین چیزی است که در قوانین کشورها به نام تعدیل یاد شده یا بازنگری. اما تعدیل، مخصوصا تعدیل قانون اساسی، منطق یا مکانیزم خاص خود را دارد. ما شما می‌دانیم هر قانونی عادی دیگر بسیار با آسانی توسط نمایندگان مردم در پارلمان مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد. قانونی که ممکن است یک ماه پیش تصویب شده یک ماه بعد مورد تعدیل قرار بگیرد. اما در مورد قانون اساسی در هیچ جای دنیا چنین روشی وجود ندارد. یعنی یک مکانیزم سخت‌تر و انعطاف ناپذیرتر و یا کمتر انعطاف پذیر در نظر گرفته میشه. شیوه سخت‌تر و شرایط پیچیده‌تری در نظر گرفته میشه و این هم به این دلیل است که تا هر روزه و در هر مقطعی و در هر مناسبتی و هر مقامی اقدام به تعدیل قانون اساسی نتوان. اگر بنا باشه که هر روز حکومت به دلخواه خود یا شورای ملی در کشورها به دلخواه خود و یا گروه‌ها و احزاب سیاسی و قومی به دلخواه خود قانون اساسی را تعدیل کنند، اینجا ثبات و تداوم دچار مخاطره میشه، ثبات سیاسی کشورها. بنابراین در تمام کشورهای دنیا تقریبا میشه گفت بدون استثنا یک راه بسیار پیچیده برای تعدیل قانون اساسی در نظر گرفته میشه. و حتی ما و شما اگر تجربه خود را در نظر بگیریم، در طول نزدیک به 100 سال که ما تجربه قانون اساسی در افغانستان داریم، تنها دو بار در طول مدت قوانین اساسی کشور مورد تعدیل قرار گرفته. در سایر موارد همه قوانین جدیدی بوده که به تصویب رسیده. و قانون اساسی فعلی ما هم که 14 سال از عمری او میگذره هنوز مورد تعدیل و بازنگری قرار نگرفته. با اینکه هر روزه این نیاز مطرح میشه و این ادعا از طرف اشخاص و گروه های مختلف سیاسی ارائه میشه، اما چون در متن خود قانون یک مکانیزم پیچیده‌ای در نظر گرفته شده، ما هنوز نتوانستیم اقدام به تعدیل قانون اساسی کنیم. و این بجاست. و اگر چنین نمی بود، این ثباتی را که حداقل در دوره یک و نیم دهه داشته ایم، شاید این ثبات هم در معرض تهدید قرار می گرفت. و هر روز ما اقدام به تغییر قانون و تغییر نظام سیاسی کشور بزدیم. همه شما مواد قانون اساسی افغانستان رو مطالعه دارین. اصلا یک فصلی در قانون اساسی داریم به نام تعدیل. در خود قانون اساسی راهکار و مکانیزم ها و شرایط تعدیل قانون اساسی در نظر گرفته شده و حتی مواردی در همین مواد ذکر شده که
به طور کلی استثناء شده، یعنی گفته شده که این موضوعات به هیچ صورت قابل تعدیل نیست. مثلا احکام دین مقدس اسلام، تعدیل نظام جمهوری اسلامی، تعدیل حقوق اساسی اتباع افغانستان و همچنین از نگاه زمانی و در مورد نهادی که صلاحیت تعدیل قانون اساسی را داره هم شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده. لوی جرگه خاصی است با شرایط خاصی و یک پیشنهاد تعدیل از طرفی که باید صورت بگیره، طرح تعدیل از طرفی که باید تهیه شود و در خود لوی جرگه با چه نصابی باید این به تصویب برسه. تمام اینا در همین فصل قانون اساسی به نام فصل تعدیل است و همچنین مواد دیگر به تفصیل بیان شده. حضار گرامی، امروز هم ما و شما از نزدیک معلومات داریم که اشخاص و گروه های زیادی تعدیل قانون اساسی را مطرح میکنند. هر کسی هم برای خود بدون شک دلایلی داره و پیشنهادات و دیدگاه هایی، یکی طرفدار نظام فدرالی است و یا شبه فدرالی و یا نظام پارلمانی و گروه های هم ممکنه طرحهای دیگری داشته باشند. با اصل تعدیل هیچ مخالفتی وجود نداره، چون در خود قانون اساسی پذیرفته شده و باید کاستی های شکلی و محتوایی قانون اساسی یک روزی باید اصلاح شود و مانند هر قانون دیگر مورد تعدیل قرار بگیرد. اما برای تعدیل هیچ گزینه دیگری غیر از آنچه که در خود قانون اساسی آمده قابل قبول نیست. مردم افغانستان در سال 1382 از طریق نمایندگان خود راه خود را انتخاب کردند و به اصطلاح قواعد مربوط به قدرت سیاسی و مدیریت کشور را در چوکات قانون اساسی تصویب کردند. و ما در صورتی می توانیم این قواعد را یا قانون اساسی را تغییر بدیم که از طریق مکانیزمی که در خود قانون اساسی بیان شده وارد شویم، که همو لوی جرگه خاص قانون اساسی است مطابق با شرایطی که در متن قانون بیان شده. و هر اقدام دیگر و یا گزینه های دیگری که گاهی مطرح میشه و حتی طرحهای مانند دولت موقت و یا لوی جرگه عنعنوی و هر سازوکار دیگر، اینها مغایر قانون اساسی و یک اقدام فراقانونی و در حقیقت اگر صریح‌تر بگوییم یک کودتای خزنده و نرم علیه قانون اساسی است که بدتر از نقض قانون اساسی است. ما همونطوری که گفتیم به هیچ صورت و در هیچ جای دنیا معمول نیست که قانون اساسی را از این راه ها تعدیل کنند و نقض کنند. مسئله دیگری را که بسیار کوتاه اشاره کنیم، ارتباط نزدیک باز هم به قانون اساسی دارد. متاسفانه امروزه گاه و بگاه در موارد و حالات مختلف به تفرقه قومی در کشور ما دامن زده میشه که خطرناکتر از هر چیزی دیگر بوده و یک نقض آشکار قانون اساسی افغانستان است. همونطوری که پیشتر گفتیم، قانون اساسی تکثر قومی را در افغانستان به صورت رسمی پذیرفته و از این جهت به همه اقوام کشور احترامی برابر قائل است. از نگاه قانون اساسی هیچ گروهی با هر ادعایی بر گروه دیگر برتری ندارد و هیچ گروه قومی نمیتواند دیدگاه خاص خود را بر همگان تحمیل کند. من شخصا با همه احترامی که به همه شخصیت‌های ملی و بزرگان سیاسی و همه اقوام کشور قائل هستم، اما از همگی به صورت جدی می‌خواهیم که در این موارد باید با بردباری و دوراندیشی عمل شود، مخصوصا از خانه ملت که امروز در حضور رئیس ولسی جرگه افغانستان و همچنین جناب عزت‌یار از مشران جرگه افغانستان هستیم. مردم افغانستان جدا انتظار دارد که این خانه واقعا خانه ملت افغانستان باشد و با دوراندیشی و بردباری عمل شود. امروز ما در شرایط بسیار سخت و حساس قرار داریم.
دشمنان این مرز و بوم دست به هر توطئه میزنن، مردم ما را برحمانه قتل عام میکنن، نیروهای دفاعی و امنیتی ما که وزیر صاحب دفاع اینجا حضور دارن هزاران تن نیروهای خود را قربانی میدهند و در چنین حالاتی بسیار جای تاسف است که حتی توسط شخصیت‌های سیاسی به این اختلافات قومی و زبانی دامن زده شود و حتی به مسائل مهمی مربوط به سرنوشت ملی هم رنگ و بوی قومی داده شود. امروز همگی میدانیم، این موضوع را هم یک اشاره کوتاه بکنیم، همگی میدانیم که تذکره برقی یکی از برنامه‌های کلان و بسیار مهم و ملی افغانستان است. تا کنون میلیون‌ها دلار برای این برنامه هزینه شده و در حالی که همه افراد ملت به صبرانه در انتظار توزیع تذکره برقی هستند، اما متاسفانه این برنامه مهم ملی به هر دلیلی توسط تعدادی از افراطیون یا تندروان قومی به گروگان گرفته شده. ما و شما می‌دانیم همه نمادهای مربوط به هویت ملی ما به شمول دین، قومیت، زبان، نام کشور، بیرق، سرود ملی و مانند اینا همگی در قانون اساسی افغانستان تنظیم شده، نه در یک قانون فرعی و عادی. و هر کسی که در این موارد پیشنهاد و یا طرح تعدیل داره باید در او زمانی مطرح شود که قانون اساسی افغانستان مورد تعدیل قرار میگیره و نه در مورد توزیع یک تذکره که یک برنامه بسیار مهم و یک سند ملی برای افراد و شهروندان افغانستان است و فواید و منافع بسیار همه جانبه داره در تمام عرصه ها. با اجازه رئیس محترم، رئیس و اعضای محترم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، میخواییم اشاره کنیم که مسئولیت دولت در قبال قانون اساسی مهمتر از هر نهاد و شخص دیگری است. برای رعایت قانون اساسی و تطبیق قانون اساسی هرچند همگی مسئولیت داریم، یعنی همه افراد، شهروندان، اما مسئولیت افراد در او حدی نیست که دولت مسئولیت داره و نهادهای مربوط به دولت، قوای سه‌گانه افغانستان، کمیسیون‌ها و در رأس شخص رئیس جمهور که در ماده 64 قانون اساسی افغانستان اولین وظیفه رئیس جمهور مراقبت از اجرای قانون اساسی افغانستان است و بعدم به طور خاص استره محکمه افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی ما، استره محکمه، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون انتخابات و به طور خاص کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با عنوان نهادی که نظارت بر تطبیق قانون اساسی با عهده این نهاد گذاشته شده، یک مسئولیت بسیار خطیر و سنگین است. کمیسیون قانون اساسی علاوه بر این است که هنوزم در سطح افغانستان مردم با قانون اساسی آگاهی ندارند، آشنایی ندارند. در این مورد ما نیاز به برنامه‌های آموزشی و آگاهی عامه داریم و تحلیل و تبیین مفاهیم بنیادی حقوق اساسی در سطح کشور و همچنین در مورد رویدادهای مهمی مربوط به تأمین روابط قانونمند بین قوای سه‌گانه کشور، وظایف و پروسه‌های مهم ملی مثل انتخابات و مسائل مربوط به نهادهای دولتی که کمیسیون قانون اساسی باید به طور مستقل و بی‌طرفانه و بر مبنای قواعد و نرم‌های حقوقی باید همواره نظریه‌های حقوقی خود را در حضور ملت افغانستان و دولت افغانستان ارائه کند. ما امیدوار هستیم که کمیسیون قانون اساسی افغانستان بتواند در آینده با استفاده از جایگاه والای نظارتی خود، حافظ و پاسدار پرتوان و نیرومند قانون اساسی افغانستان باشد و نگهبان حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان. در پایان با عرض معذرت که وقت زیادی را گرفتیم، یک بار دیگر 14 سال
تصویب قانون اساسی افغانستان را به دولت افغانستان و ملت شریف و شما وزیر گرامی تبریک عرض میکنم و انتظار داریم که همگی ما با احترام به قانون اساسی خود زمینه تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی را در کشور خود فراهم کنیم. تشکر از توجه شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.